در نیمروخ امشب با تهمینه کویستانی خوش آمدید. موضوع بحث امشب ما این است: چرا بیشتر از جوانان ما رو میبرند به علوم اجتماعی یا انسانی تا علوم تکنیکی؟ در نخست بحث تصویری. سیاست قدرت است. قدرت و نیروی که میشود آن را حاصل کرد. دنیای سیاست بسا پیچیده است. دلبستگان بسیار در جهان دارد و اما اینجا در افغانستان در پس اینها نگاه‌ها به دنیای علوم اجتماعی دوخته شده است. نسل جوان آنچنان به این رشته دلبستگی دارند که ممکن همه بخش های زندگی با تار و پود اجتماع گره خورده است. بیایید ریشه یابی کنیم که چرا براستی هم جوانان امروزی آنچنان به دنیای سیاست نمی خواهند گام بمانند. علت این که بسیاری از جوانان از منظر علوم اجتماعی به زندگیشان نگاه می اندازند، پس لرزه های فراگیری آموزش آغازین است، یعنی آموزش در مکتب. بسیاری از جوانان به علت این که علوم ساینس به آنان دشوار جلوه می کند، بیشتر به فراگیری آموزش در بخش علوم اجتماعی دلبستگی نشان می دهند. بسیاری ها به این باورند که باید در میان این دو بخش توازن در نظر گرفته شود تا پایه علمی کشور بر بنیاد یک معیار جهانی به پیش برود. در این بحث مهمان با ماست خلیل رؤوفی، رئیس مؤسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان. همچنان دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت حکومتداری هستند و از جمله جوانان تازه رهبر یا میشه گفت که از جمله عضو رهبران نوزور جامعه مدنی افغانستان این و همچنان انجینیر ایمل، کارمند وزارت انرژی و آب و از جمله فارغین کشور هند می باشند در این رشته و همچنان سخی محمدی، استاد دانشگاه را با خود داریم. میمانای عزیز، شما رو به این بحث خوش آمدید میگم. سپاس. تشکر. شروع میکنیم از آقای رؤوفی. شما چی فکر میکنید؟ چرا بیشتر از جوانای ما امروز میرن حقوق، علوم سیاسی میخوانن تا ای که برن به علوم تکنیکی بپردازن؟ سلام و عرض ادب بر تمام بینندای عزیز برنامه نیمروخ. جوانای ما در حقیقت کسان نیستن که امکانات وسیع در دسترسشان باشند که بر رشته های مورد علاقه خود بپردازند. بحث عمده مربوط میشه به حکومت افغانستان. حکومت افغانستان هیچگاهی در خصوص رشته های تکنیکی و مسلکی سرمایه گذاری و توجه نکرده. اگر ما به دنیا و بر رشته هایی که هست در دانشگاه های مختلف دنیا توجه کنیم، دانشگاه مرکزی ما یا دانشگاه خصوصی و دولتی ما اصلا فیصدی از او رشته ها وجود نداره. اصلا نمیتونیم یک فیصدی برشان قائل شویم، چون در دنیا امروز تقریبا 9000 رشته به خاطر فراگیری آموزش وجود داره. ولی متاسفانه اگر در دانشگاه مرکزی ما شما توجه صورت گیره، 135 یا 140 رشته است. در حدود 110 دانشگاه خصوصی که وجود داره تقریبا 110 دانشگاه است. در هر دانشگاه که ما مراجعه کنیم حدود 3 الا 4 رشته است که همه رشته ها مربوط علوم انسانی یا علوم اجتماعی است. بحث اصلی جا امو بحث است که نبود زمینه های تحصیلی در خصوص رشته های مسلکی و تکنیکی است که یک بحث است مربوط میشه بیشتر به حکومت افغانستان. چنانچه شما اشاره کردین به حکومت که حکومت سرمایه گذاری نمیکنه بالای علوم تکنیکی و همچنان گفتین که 9000 رشته در دنیا وجود داره، شما چه فکر میکنین؟ چه راه حل وجود داره؟ چگونه میتونیم ما سرمایه گذاری بیشتر داشته باشیم بالای علوم تکنیکی؟ خب این بس برمیگرده به چگونگی گزینش حکومت دارا یا کسایی را که ما توسط رای خود تعیین میکنیم افراد را تعیین کنیم که اونا در خصوص انتخاب مدیران خود در چوکات حکومتداری افغانستان کسانی باشند که واقعیت به واقعیت های عینی جامعه توجه کنند. و بس دیگهش برمیخوره به تجارب از کشورهای دیگه مثل ژاپن. ژاپن کشوری بود بعد از جنگ دوم جهانی کاملا به حالت شکل از همه حالت فرو ریخته بود، ولی اینا از توسط مسئلین خود را بعد از اینکه از داخل ژاپن فارغ می شدن یا از دیگه کشور را درس می آموختن، بر از اونا یک مقدار پول را در دسترسشان قرار می داد، اونا به
یک سیر علمی یا یک به یک سیر میرفتن به بعضی کشورها، اونا توسط کامرای خود یا توسط چیزای دست داشته خود کپی میکردن از تکنیک های از کشورها، پس دوباره امو فن میامدن توسط کارشناس ها و دیگر دانشمندان ژاپنی سرش سرمایه گذاری میکردن، فابریکا ایجاد میکردن یا در خصوص از او کارخانه تولیدی ایجاد میکردن. که ما دی بخش دو موضوع مربوط میشه. یک موضوعی مسئولیت شهرونده است که شهروندهای مسئولیت پذیر، اینا شهروندهای مسئول باید درست در قبال سرنوشت خود تصمیم بگیرن، چون فضا همگانی است، هر کس حق یک رای داره و توسط یک رای خود میتونه یک زعیم تعیین کنه که در خصوص موضوعات عمیق کشور تصمیم های درست و بجا بگیرن، منطقی بگیره، طبق نیازمندی های شهروندها بگیرن. که متاسفانه در طول 13 سال ما کسانی بودیم که سرگنج خوابیده بودیم، چون منابع استراتژیک ما انسانای کارفام و انسانای حرفه‌ای نبودن که دست به استخراج معادن میزدن، دست به ساخت کارخانه‌های تولیدی میزدن و یا دست به تولیدات میزدن که مورد نیاز شهروندای ما بود، که امروز متاسفانه ما در حالت بسر میبریم کاملا معتاد به کشورهای تولید کننده، در حالی که ما هم منابع استراتژیک داریم هم منابع طبیعی داریم. از دو منابع که درست استفاده صورت نگرفت، عدم مدیریت درست حکومت کشور ما بود. خب مسعود عزیز، چی فکر میکنی؟ چی دلیل باعث شد که خودت بری علوم تخنیکی انتخاب کنی تا علوم اجتماعی؟ از همه اول سلام به شما و بیننده های تلویزیون یک. علوم ساینسی به اساس امی بوده که دوره مکتب ما بهتر بوده، یعنی در کابل مکاتب تا نسبتاً ببینیم مکاتب مکتبی که ما فارغ شدم، مکتب ما در از لحاظ ساینسی که عبارت از فیزیک، کیمیا، بیولوژی، ریاضی ما بسیار بهتر به ما درس داده شده بود و همچنان والدین امرای ما کمک میکردن در درس ها. من زیادترش مشوق علاقه ما در مضامین ساینسی بوده نسبت به مضامین اجتماعی، و وقتی که من در صنف 12 رسیدم امتحان کنکور داشتم، من نظر به شوق خود دیدم، نظر به نمره که من گرفته بودم در این 12 سال نمره ساینسی من بهتر بود، و همین دلیل من چی را انتخاب کردم، مسلک انجینری را و امتحان دادم و فعلا انجینر ساختمان هستم. پس شما خودتان از جمله خوشبخترین فارغین حساب میکنین که برشتی دلخواهتان را پیدا کردین؟ واقعیت من همین فکر میکنم، به دلیلی که من یک همیشه، یعنی از همه صنف شش به بعد که تا وقتی که تصمیم آدم میگیره، من که تصمیم گرفتم شوقم بود و من فکر میکنم من خوشبخت هستم به او اساس. اما یک موضوع دیگه ای است که اگر ما شما ببینیم دیگه مسئله نده نظر بگیریم، کسایی که امکانات درست ندارن مکتب میرن، شاید فامیلشان مادر پدرشان رسیدگی نتونند برشان، شاید کورس بهتر نباشه در اون موقعیت های باز صنف 12 که میشن، وقتی که امتحان کنکور میشن به این متوجه میشه که در کدام چیز خوبتر رسیدگی دارن. وقتی که میبینن دوره مکتب که 4 مضمون اساسی ساینسی هست به شکل درست درس دادن نشده برشان، و او فکر میکنن که نه، شاید استعداد ما بهتر از در علوم اجتماعی، به می اساس و انتخاب خودم میگنم که خود درست است علوم اجتماعی بهتر است، من میرم در بخش اجتماعی حقوق ژورنالیسم دیگه. و یک خوبی بهتر اونها چانس بهتر دهی است به او که او یک رقم دست باز دارن، فرض کنین از لیسانس فارغ شوند میتونن در جاهای مختلف کار پیدا کنن. اگر کسی از انجینری برق فارغ شد مشخص است در یک تخصص کار میکنن، و غیر از او اگر وقتی فارغ شوند از لیسانس میتونن در دوره ماستری میتونن تغییر مسلک بدن، یعنی به شکل مختلف. فرض کنید کسی از انگلیسی، ادبیات انگلیسی فارغ شده، میتونن ام ای انگلیش را بخونن، میتونن ام بی ای را بخونن به این شکل. خب استاد، شما چی فکر میکنین در این مقطع زمانی که ما قرار داریم، ما بیشتر به کدام علوم بیشتر نیاز داریم، به علوم اجتماعی انسانی یا به علوم تخنیکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. ببینین هر کدام از علوم متداوله که امروز در
پوانتون ها وجود داره، هر کدام از این میتونه جایگاه خاص خود داشته باشه، به دلیل اینکه هر یک کدام از این علوم بر مبنای اون نیازهایی که جوامع داشتند و دارند بر مبنای از اون ایجاد و اینا در امتداد حل به اصطلاح همو معضلاتی که عملا در داخل جوامع وجود داره در امتداد از او فعالیت میکنه. اما او چیزی که حالا من مشخصا در رابطه به او سوال شما بگویم که چرا علوم اجتماعی و علوم انسانی به شکل گسترده در داخل جامعه ما وجود داره و چرا گرایش به این علوم زیاد هست، برعکسش گرایش به علوم تکنیکی یا به اصطلاح به علوم ساینسی کمتر هست. من فکر میکنم چند دلیل عمده برای ازی وجود داره. یک، پایین بودن سطح دانش و آگاهی عامه. یعنی شما یک متعلم مکتب تا یکی فارغ میشه از صنف 12 بسیار مشکل است برش که بیاید تفکیک بکنه بین رشته های مختلف. ضمن این که از یاد نبریم متاسفانه سیستم کنکور که ما داریم، سیستم کنکور نمیتونه به درستی افراد را متناسب با اهدافشان و متناسب با به اصطلاح او انرژی فکری که دارن بیاید در موقعیت خودشان تثبیت موقعیت بکنه. به عنوان مثال شما در نظر تجسم بکنین یک محصلی که بیشترین انرژی فکری خود در حداقل در دوری لسه ای آدم متمرکز ساخته سر علوم طبیعی، ولی ای آدم در کنکور شرکت میکنه، کنکور ای را جهت میده در یکی از رشته های به اصطلاح علوم سیاسی علوم انسانی، که خب یک مشکلش میتونه بر بگرده خب به او سیستم های جذب محصلین ما در مقاطع بالاتر تحصیلی هست. بحث دیگه ایست که خب یک اندازه برمیگرده و یا به اصطلاح علت دیگه که برمیگرده به مراجع تصمیم گیرنده یا در کل حکومت در جوامع به اصطلاح پیشرفته تر مراجع تصمیم گیرنده کوشش میکنن یک نیازسنجی بکنن، نیازهای جامعه رو به شکل درستش بررسی میکنن، متناسب با این نیازها میاین به اصطلاح نیروی انسانی را در مراجع تحصیلی و در مراجع اکادمیک توزیع میکنن، که متاسفانه این روند در داخل جامعه ما تا امروز شکل نگرفت. یعنی ما گاهی وقتا دیده میشه ما اشد نیاز و اشد ضرورت به عنوان مثال برای رشته های علوم طبیعی مثلا انجینری مثلا طب مثلا و هازل قیاس داریم، حتی به عنوان مثال زراعت به دلیل از اینکه اقتصاد کشور ما بیش از تقریبا در حدود 80% وابسته به این عرصه است. اما متاسفانه در این راستا خب ما شاهدش هستیم، هم از نقطه نظر کمی و هم از نقطه نظر کیفی در این عرصه کمتر سرمایه گذاری صورت گرفته. علت دیگه که میتونه عامل باشه برای اینکه چرا جوانان قاطبه جوانان گرایش به علوم انسانی دارن است، ببینید ما در داخل یک سیستم سیاسی و سیستم اداری ما زندگی میکنیم که متاسفانه در اینجا قدرت متمرکز نیست. یعنی که شما اگر علوم انسانی را مشخصا حقوق و یا علوم سیاسی را شما خوانده باشین، چانس ای که شما برین در مقاطع بلند تصمیم گیری و در اوج بین به اصطلاح از مزایای از او استفاده کنین زیاد است بلتان. ولی شما در نظر مجسم بکنین با آن که علوم تکنیکی متناسب با اهمیتش اگر اندازه مشکل تر هست، مثلا انجینری مثلا کمپیوتر ساینس مثلا حتی طب، یا در بهترین حالتش در همین سطوح وسطی اداره اینا میتونن اخذ موقف بکنن، سطوح وسطی که متاسفانه در این ساختار متمرکز اداری و سیاسی که ما داریم امتیازات کمتر برشان قائل هست. خب این دلایل بسیار زیاد میتونه وجود داشته باشه برای ازی که گرایش، و یکی دیگه از دلایل عمدر که میتونه برای این که چرا علوم انسانی به شکل گسترده هم در به اصطلاح دانشگاه دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره ای است، علوم تکنیکی و علوم ساینسی یک ظرفیت بسیار بلند را میخواه. این ظرفیت بلند ممکن هم مربوط برای بر بگرده برای استاد، هم برای خود نهاد و هم برای خود محصل، که متاسفانه ما متناسب با استانداردهای امروز این ظرفیت ها کم متاسفانه وجود داره در داخل جامعه ما. به این خاطر هست که خب چون ظرفیت پایین است و حتی او کسایی که آیا ظرفیت ها پایین است یا ای که
میاری که برای وزارت معارف در نظر گرفته شده یا تدریسی که توسط استادا صورت میگیره اونا ضعیف هستن؟ هر دویش. ببینین متاسفانه در همین بخش هم عوامل مختلف است. یک، علوم تکنیکی، علوم ساینسی و به اصطلاح علوم طبیعی به هر تناسبی که زمینه ای که تنها اینا معدود میخوام میرم بگم تنها معدود به علوم ساینسی هم نیست، شامل علوم اجتماعی هم میشه. به هر تناسبی که یا تخصصی تر باشه به همون تناسب بیشتر مبتنی بر عمل هست و به همون تناسب میتونه یک نتیجه مثبت را داشته باشه. حالا وقتی ما میخوایم بیایم یک مؤسل واجد شرایط را به اصطلاح یک کادر واجد شرایط را در عرصه کاربرد علوم تکنیکی ما تربیه بکنیم، این هم ضرورت برای یک استاد مجرب داره. یعنی دقت بکنید تنها دانش هم کفایت نمیکنه در این عرصه، باید تجربه هم داشته باشه. یعنی کسی که میای برتون علم با عنوان مثال مثل کمپیوتر رو تدریس میکنه صرفاً مباحث تیوریک در اینجا کفایت نمیکنه، بعد عملاً بتونه برتون یاد بده کاربرد یک برنامه خاص در یک عرصه خاص. خب اینجا... میریم با وقفه، بعد وقفه بازم با صحبت های استاد هستیم. میریم از جناب رئوفی میپرسیم که واقعاً کسانی که میرن علوم تکنیکی میخوانن با استعدادتر هستن، ظرفیت بالاتر دارن تا کسانی که میرن علوم انسانی یا اجتماعی میخوانن؟ در بحث روانشناسی خصوصاً در بحث IQ یا ظرفیت استعداد یا بحث توانایی افراد، یک بحث بسیار بزرگ است در خصوص انسانشناسی. انسان ها متفاوت خلق میشن، تواناییشان متفاوت است. این بحث ها به نظر من خیلی اکادمیک نیست که رشته های ساینسی انرژی یا توانایی بیشتر نیاز داره. در بعد انسان شناسی اگر امروز ما شما مطالعات آخرین مطالعاتی که برش راجع میشیم یا میبینیم یا مطالعه میکنیم، انسان ها بسیار ظرفیت زیاد دارن. از خود مغز انسان یا از توانایی انسان تا فعلاً که با این چنان تکنولوژی معجزه‌آسا روبرو هستیم 5% استفاده شده. انسان ها خیلی توانایی دارن و بس استعداد که مطرح میشه، مثلا فرد در رشته علوم ساینسی استعداد داره، برای او مشکل نیست که او رشته را بخونه. او خیلی ساده تر از رشته علوم اجتماعی یا علوم انسانی او را میخونه. برای او خیلی ساده و سهل است نسبت به اینکه او برای علوم اجتماعی را بخونه. برعکس، ما مخالف نظر استاد ما نظر میتونم که اگر ما زمینه ها را مساعد کنیم، در حقیقت ما سهولت می آفرینیم بر کسانی که در این رشته ها استعداد دارند. در غیر از او، این کسا که در رشته های علوم ساینسی استعداد دارند، ما یا را ببریم به علوم انسانی و علوم اجتماعی، در حقیقت ما سرکوب استعداد ها را می کنیم در افغانستان. استعداد های از اونا در حقیقت منابعی است که ما اونا را با چکش سرکوب می کنیم. جناب رئوفی، آیا چندین دهه جنگ در افغانستان تاثیرگذار بوده بالای این مسئله که جوانای ما یعنی استعداد کشی شده باشه در افغانستان؟ بس استعداد ها بر دو موضوع برمیخوره. یکی بس ژنتیک است، یکی بس محیط است. بس وراثت و محیط، محیط تاثیر خود را داره. بعض علما و دانشمندا به این نظر هستند. شما فکر میکنین محیط در این مسئله تاثیرگذار بوده؟ اینا تقریبا یک سکه و دو روی هستند، بعض علما به این نظر هستند، ولی بعض علما میگن 51% محیط تاثیرگذار است و 49% وراثت. ولی نه، حقیقت همی است که وراثت کاملا در نبوغ، در استعداد تاثیر داره، حاکم است، و محیط به خاطر رشد و توسعه از نبوغ و استعداد همچنان کار خود را میکنه، ولی وراثت کاملا تاثیر خود را داره. ما نمیتونیم یک فرد که IQ از او 75 است او را در محیط ما نابغه بسازیم یا IQ از او را 130 بسازیم. هیچ گاهی غیر قابل منطق و غیر قابل نرم های اکادمیک است، هیچ گاهی ناممکن است. و بس استعدادها خودشان مثل ظروف هستند که اگر بالای از اونا کار کنند مثل تخم مرغ صاف میشن اگر محیط برشان مساعد شه. او استعدادها را اگر ما سرکوب کنیم، اگر ما از استفاده کنیم، او هست. ولی متاسفانه در کشور ما استعداد کشی و سرکوب استعدادها بیشتر است نسبت به این، چون کجبستی ها زیاد وجود داره در خصوص توانایی انسان ها، انسان افراد متخصص. ما اصلا
یک مدیریت یا یک سازمان در یک اداره در خصوص تست استعدادهای خود نداریم در افغانستان. کاملا با شما موافق هستم. من فکر میکنم باید ما یک ذریب وجود داشته باشه یا تست ذریب هوش که ما بتانیم این معیار پیدا کنیم و همچنان ما موافق هستم که باید استادا استعدادیابی کنند در دورانی که شاگردان در مکتب به تحصیلاتشان ادامه میتن. این استادا هستن که راه باز میکنن برای شاگردشان که چه رشته را انتخاب میکنن. شما چه فکر میکنید اگر ما بتانیم همچی یک معیار در افغانستان داشته باشیم، چی فکر میکنین که آیا جوانای ما بعد از این بیشتر بر علوم تخنیکی رو میبرن تا علوم اجتماعی؟ این بحثا در غرب و ژاپن نمونه مثال خوبش است. امروز اگر ما شما به ژاپن مراجعه کنیم، مکتبای جداگانه دارن بر افراد نظر به توانایی‌هاش. افرادی که آیکیوشان 130 است، اگر ما در صنف افراد عادی بشانیم، در حقیقت او سرکوب میشن و بوغ از او تبدیل به یک دیوانه میشن نسبت به اینکه یک انسان پرورش یافته باشه. این بحث ها در کشورهایی که پیشرفت کردن، این بحث ها را خیلی دنبال رو شدن و این بحث ها را خیلی تعقیب کردن، افراد خود را شناسایی کردن، از زمان 3 سالگی الی 15 سالگی شناسایی کردن افراد مکمل برشان جایگاه صنف های ویژه برشان. پس شما فکر میکنین در این مقطع زمانی اگر ما بریم به طرف استعدادیابی، ما در حقیقت استعداد کشی میکنیم؟ نه خیر، نه، ما اگر به طرف استعدادیابی بریم، در حقیقت ما بستر یک افغانستان مدرن و پیشرفته را میسازیم که همه تولیدات، همه منابع، همه حکومتداری، همه موارد افغانستان به شکل شکوفایش شکل میافه. اگر ما بریم طرف استعدادیابی، اگر ما با این وضعیت که همگان در یک حالت در یک سقف قرار دارن باشیم، ما در حقیقت روان هستیم به ترکستان. مسعود عزیز، چی فکر میکنی؟ چقدر خانواده نقش داشته در اینکه تو امروز یک انجینیر هستی و با چقدر اعتماد به نفس گفته میتونی که واقعا استعدادت، ظرفیتت باعث شد تو بری علوم تخنیکی بخوانی؟ به نظر ما اگر ببینیم یعنی چقدر استعداد دو اشتراک داشته، چقدر فامیل، ما فکر کنیم محیط زیاد تاثیرگذار بوده. مثلا محیط ما فرض کنیم پدر من انجینر است، پس ما شوق پیدا کردم به مسلک. و اگر ببینیم در محیط افغانستان، اگر نظر بگیریم، محیط افغانستان بیشتر به شکل سیاسی است، فعلا به شکل سیاسی بسیار گرم است. اگر فرض کنید یک جای مجلس انجینرها می باشه، اگر از دکترها می باشه، شما در مجلس برین بشینین، اکثر سخنگویی از سیاست افغانستان فعلی میشه. به این شکل چهار طرف محیط هر جای برین، یعنی سیاست افغانستان است که در نظر گرفته میشه. این همین تاثیر گذاشته بالای متعلمین که یا انتخاب خود یعنی تغییر بدن به شکل یعنی شوق پیدا کنن به طرف علوم اجتماعی. پس با چقدر اعتماد گفته میتونی که واقعا و استعداد در درون تو بود و تو رفتی علوم تخنیکی خواندی؟ ما فکر میکنم ما نظر به شوقی که ما داشتم، استعدادم به طرف علوم تخنیکی رشد کرد. پس خانواده هم اینجا دیگه به نقش نبودن ها؟ نه خیر، خانواده یعنی محیط. من گفتم پدرم اگر انجینر باشه، ما شوقم به طرف مسلکی چی های انجینری شد. اگر فرض که پدر حقوقدان می بود، شاید ما بخش اجتماعی حقوق می رفتم. درست است؟ اما یک چیز دیگر نادیده نگذاشت. استاد محترم گفتن درباره کنکور گفتن، یعنی فرض که ما بسیار خوب هستم در علوم اجتماعی، من خوب نمره در علوم سیاسی خوب نمره میگیرم، اما چی میشه ما در علوم اجتماعی سوال حل نمیکنم در کنکور، بالاخره ما در ادبیات کامیاب میشم. یک نوع استعداد کشی است، واقعیت استعداد کشی است. اما اگر شما کشورهای دیگر رو ببینین، مثلا یک امتحان به شکل عمومی که فعلا هست و از طریق اینترنت هم فعلا مردم میتن به خاطر داخله در کشورهای خب اگر پدر مسعود انجینیر نمی بود، قرار بود مسعود چه رشته رو بخونه؟ شاید ما گفته نمیتونم، شاید ما در علوم اجتماعی میرفتم. خب یعنی فکر میکنی اینجا تاثیر داشت؟ تاثیر از خود داشتن، بله. اما امتحان جیاری ماندگ میبخشین، یعنی در امتحان جیاری اگر شما برین گریجویت ریکارد اگزامینیشن هست که در کشور امریکا دیگه جایی به خاطر داخله در پانتون گرفته میشن که یک بخش داره، وربل بخش داره، بخش لسان انگلیسی است، دیگه بخش ساینسیش هست که ماتماتیکال بخشش هست.
اینا حالا وقتی که شما میخواید در پانتون داخل شوین، نظر به مسکور که میگیرین، نمره که میگیرین، اگر فرض کنید شما خوب نمره در بخش ساینسی گرفتین، در بخش ریاضی گرفتین، شما را یعنی میگه پانتون میگه ها شما میتونین بخونین انجینری را بخونین یا شما میتونین دیگه فارمیسی را بخونین. اگر فرض کنید در بخش لسانس بود با شما مجبور و باید گفت خوشبختانه مسعود از جمله کسایی است که قرار است به سال 2015 برای ماستری برن به کشور آمریکا و ما پیش از پیش برشان تبریک میگم. استاد چی فکر میکنین چقدر اوضاع افغانستان باعث شده که جوانای ما بیشتر برن به علوم اجتماعی و مستقیما برن به علوم سیاسی یا علوم سیاسی یا حقوق اینا را انتخاب کنن برای خواندن برای تحصیلات عالیشان؟ قبلا عرض کردم خدمتتان اوضاع یا محیط بیرونی سر همین وضعیت موجود بر حالش تاثیر داشته و تاثیرش ما منکر وضعیت بوده نمیتونیم. دقت بکنیم وضعیتی که ما وضعیت اجتماعی سیاسی که ما در داخل جامعه خود ما فعلا داریم تجربه میکنیم وضعیت چندان مطلوب نیست، ولی کاری که معمولا علوم اجتماعی و علوم انسانی برای ما میکنن ایست که میایه یک به اصطلاح دورنمایی از یک زندگی ایدئال را در ذهن یک جوان خلق میکنه و این میتونه به نحو اقناع بسازه محصله. که من فکر میکنم یکی از عوامل گرایش نسل جوان به این علوم انسانی و علوم اجتماعی هم ماهیتا همیست، به دلیل اینکه علوم اجتماعی حداقل در داخل جامعه ما بیشتر با او گرایش فلسفی مطالعه میشه، گرایش فلسفی که بیشتر قایدگرا است، یکی از عوامل است. ضمن اینکه خب همونطوری که بر به امتداد همون دلایلی که من قبلا خدمتتان عرض کردم، ببینین در جوامعی که حال تجربه مثبت داشتن از این روند رشد کمی و کیفی علوم در داخل جامعه خود، یا آمدن علاقه را به عنوان مهمترین محرک برای رشد استعداد، یا آمدن ایر ایجاد کردن، ایر جهت دادن و ایر آمدن در جای خودش به اصطلاح تثبیت موقعیت کردن. ما یک مقوله عام دارن علاقه استعداد را بار میاره، حالا شما اگه بین ایجاد علاقه بکنین در وجود یک جوان برای ای که به عنوان مثال برن فلان علوم را، مثلا علوم تکنیکی را مطالعه بکنن، طبیعتا این علاقه میتونه منتج به استعداد شه. یعنی ای که ما تصور بکنیم که یک انسان از به اصطلاح از بد و تولدش انجینر، دکتر و یا به دنیا می همچین چیزی نیست، این محیط است و با ایجاد یک محیط مناسب و با ایجاد میکانیزم های خاص، حالا یکی از این میکانیزم ها را من نام بردیم سیستم کنکور که واقعا او هم در داخل جامعه ما به شکل درستش کار نمیده، حالا اگر ما بیاییم این میکانیزم ها را و این به اصطلاح برنامه را در امتداد یک پلان رابردی مشخص ما یار بیاییم طرح و دیزاین بکنیم، مطمئنن نتیجه او خواهد شود که ما توقع داریم. یعنی که ما بیاییم از این انرژی های بالقوه که عملا در داخل وجود جوانهای ما قرار داره ما بتونیم از یا در تمام عرصه برای رفع تمام نیازه ما از یا استفاده بکنیم، ولی متاسفانه شما اگر بیاییم وضعیت و به اصطلاح سیستم تعلیمی که در مکاتب وجود داره یا دقیق شما مطالعه بکنید، مطمئنن این سیستم در امتداد رفع این نیاز دیزاین نشده. بریم بعد از وقفه با حرفای استاد میمانیم، اما چنانچه استاد گفت اشتیاق گام پیروزی است. یلدا عظمی دانشجوی افغان در اندونزی را با خود ما داریم، خیلی خوش آمدید میگم برات یلدای نازنین. تشکر بسیار زیاد. به نام خدا ما هم سلام های خدا تقدیم میکنم به هموطنان عزیزم. یلدا جان، از اینکه از فرسنگ ها فاصله خودت با خود ما داریم خیلی خوشحال هستم. میشه بگویی که در کدام دانشگاه درس میخوانی، چه رشته را درس میخوانی و جوانایی که در اونجا جوانای افغانی که در اندونزی قرار دارن به چه رشته بیشتر علاقه دارن؟ خودم در قسم میگفتیم در کشور اندونزی و در یک تن از پانتون های خصوصی اینجا دست میخوانم به نام وحید هاشم و اینجا تقریبا 22 تا دخترای افغان هم ما هستن، برشته های مختلف هستن، برشته خودم هم اکانتینگ اکانومی میباشه اینجا هستن، علوم سیاسی هم ما هستن، علوم سیاسی هم ما هستن، فارمسی. خوب یلدای عزیز،
چه تعداد رشته ها در دانشگاهی که درس میخوانی وجود داره و دانشجویای خود اندونزی یا از دیگه کشورهایی که در دانشگاه درس میخوانند بیشتر گرایشان به کدام رشته ها بیشتر است؟ با علوم تکنیکی یا علوم اجتماعی؟ تقریبا اینجا رشته های بسیار زیاد است که هر کدام شاگرد نام میگم فعلا امکان نداره، اما زیادتر قسم خود متعلقین شاگرد اینجا زیادتر به علوم ساینسی و علوم تخنی بسیار علاقه دارن و زیادتر شاید به تکنولوژی زیادتر روی آوردن و زیادتر جستجو میکنن در این باره و زیادتر شاید در نیمی رشته ها درس میخوانند. خب مثلا میشه بگی کدام رشته ها بیشتر؟ مثلا اینجا فارمسی بسیار رول داره و شاگردشون زیادتر فارمسی میخوانن و دیگر ساینس، کامپیوتر ساینس زیادتر میخوانن و دیگر هم تکنیک ماشین، انجینیری، سیویل، ساختمان بسیار علاقه دارن و بسیار شاگردهای خوب دارن. یلدای عزیز، میشه بگویی که از چه مدت در اندونزی به سر میبری و سیستم راهیابی جوانان بعد از تحصیلات ابتدایی و تحصیلات عالی چیگونه است؟ یعنی چیگونه یک روند دارن در اندونزی؟ مثل روند کانکور افغانستان است یا که متفاوت تر؟ خودم تقریبا 9 ماه میشه که اینجا به سر میبرم و تقریبا حال فعلا 2 زبان میخوانیم در اندونزیا، یعنی داخل خود دستای عمومی نشدیم مگر میتر کلاس داشتیم، رفتیم از پنتون خود مشاهده کردیم و سیستم اینجا قسم هست که مثل افغانستان اینجا امتحان مثل کنکور والا دارن که یعنی تمام مردمشان دو اشتراک میکنن، بعضیشان که کامیاب شدن میتونن که مستقیم یعنی رایگان در پنتونای دولتی بخورن و وقتی که بعضیشان نشدن کامیاب و میتونن اینجا پنتونای شخصی خوب دارن میتونن که ادامه بدن تحصیل خودن. پس اینا از دوره مکتب برنامه ندارن چیگونه است؟ دارن برنامه، یک خود مکتب اینا تفاوتهای سه بخش میخوانند، ابتدایی، میانه و جنرال یا عمومی یا تقریبا به سطح بلند و اونجا یا رشته بندی میشن در 3 سال اخیر مکتب خود رشته بندی میشن، مثلا کسیشان که تخنیک خودش از اونجا مثلا اینا برشان مختلف میشه، یعنی منظم میشه که این وقت که میخواهی که ریاضیات علاقه داره باید ریاضیات بخواهی و علوم دیگر داده گرفت نداره و با امی قسم وقتی که کامیه باشن اونجا یک امتحان عمومی میتن بخاطر فنزونه دولتی. خیلی سپاس از یلدای نازنین که برای ما وقت داد، برش موفقیت هرچی بیشتر تمنا دارم و با امیدی که خیلی زود برگرده به افغانستان و مصدر خدمت شد بر ما. انشالله خوش شد ما همچنان. یلدا بود با ما از اندونزی. میریم بحث ادامه میتیم با مهمانای عزیز. خب جناب روفی، میریم از شما آغاز میکنیم. شما چه فکر میکنید که چگونه میتونیم ما این سیستم تغییر بدیم؟ یعنی چه تغییرات نیاز است برای ای که ما بتونیم واقعا بیشتر گرایش جوانان رو به علوم تکنیکی یعنی رو گردانیم یا چگونه استعدادیابی کنیم و چقدر شما موافق هستین با رشته بندی در مکاتب؟ ای بس چند موضوع رو در بر میگیره. یکی بر میگرده به چگونگی مدیریت در کشور، مدیریت کشوری. کسانی که در راس حکومت هستند، آنها اگر تصمیم بگیرند یا در این بخش ها ادارات بخصوص را بسازند و افراد که کادر هستند، کادرهای علمی هستند، در ادارات آموزش پرورش استخدام کنند، آنها خوبتر می دانند که چگونه رشته بندی کنند و چگونه افراد را تقسیم بندی کنه و چی رشته ها رو بره. شما میخواین بگوین که در ادارات ما بیشتر از کادر علمی در بخش آموزش پرورش کار گرفته نمیشه، یعنی از اشخاص تخصصی بیشتر کار گرفته نمیشه. بله، برمیگردم بر ازی بحثم. بحث دومش آگاهی شهروندان است. اگر شهروندان ما بفهمند که در بس در رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی بحران هویت حرفه‌ای وجود دارند یا کارهایشان مقطعی هستند، هیچگاه نمیشه. مثلا انجینر صاحب در کنار ما است، اگه در رشته خود است تا زمانی که کار کنه در رشته خود برش کار است، دمی بخش، دمی رشته، دمی وزارت یا در دیگه بخش. ما جوانایی را از علوم اجتماعی سراغ داریم که یک سال در یک اداره کار میکنه، بعد از یک سال مقطع استخراج میشه و بس افرادی که در راس حکومت ما قرار داره خصوصا در وزارت ها ما شاهد هستیم که یک کسی که انجینر است سفیر است، یک کسی که انجینر است وزیر خارجه است، یعنی شایسته سالاری نیست در نظام. هیچ گونه ما توقعی مدیریت درست یا ایجاد برنامه های درست در خصوص آموزش پرورش
را ما توقع باید نداشته باشیم. مسعود چی فکر میکنی؟ اگه بری به ماستری به امریکا، آیا میخوای به رشته خود تخصص داشته باشی یا که تغییر رشته میخوای ماستری داشته باشی؟ واقعاً اگر ما برم امریکا تصمیم است ما در رشته خود باید درس بخوانم، به خاطر که ما اگر فرض کنه اگر تغییر رشته و تم 4 ساله که ما در لیسانس خواندیم و یعنی اوم ضرب صفر میشه، یعنی هیچ بکار. اگر یک گزینه دیگه داشتی به خاطر ماستری کدام رشته رو دوست داشتی انتخاب کنی و بدون انجینیری؟ شاید MBA می بوده. خیلی خوب. استاد شما چی فکر میکنین؟ اگر ما استعداد یابی کنیم سیستم، ببینین یکی از کشورهای خیلی نزدیک و همسایه ما ایران، اینا سیستم معارفشان کاملا متفاوت تر از معارف ما هست، اونا رشته بندی دارن. چی فکر میکنین اگر ما بتونیم همچی یک سیستم در افغانستان داشته باشیم و از ابتدا ما رشته بندی کنین، استعداد یابی کنیم، این نتایجش چی خواهد بود؟ در شاید امروز نه، اما برای چند سال اخیر شما این را چیگونه ارزیابی میکنین؟ آیا میتونیم ما موفق باشیم در این روند یا خیر؟ ببینین حداقل دو روش متفاوت برای حل این معضل وجود داره. یکی است که ما بیایم به شکل به اصطلاح پیشفرض چی کسایی در کدام عرصه استعداد دارن، بر مبنای همین پیشفرض ما بیایم نیروی به اصطلاح جوان را در عرصه های اکادمیک ما توزیع بکنیم، که من فکر میکنم این باز متناسب با او برآورده کردن هدف کلان، یعنی نیاز ما در عرصه های مختلف نیست. بحث دیگه ایست که ما بیایم واقعا نیازسنجی بکنیم، نیازسنجی در عرصه های مختلف. به عنوان مثال ما چقدر کادر در عرصه زراعت، در اقتصاد، در سیاست، در اداره، در فلان و در بسم، ما با کدام سطح ظرفیت ما ضرورت داره متناسب با این ما بیاییم. خب طبیعی است وقتی ما ببینین برای یک جوان، برای یک کس تحصیل کرده شرایط کار مطمئن نر با یک دورنمای بسیار روشن ما بیایم ترسیم بکنیم، خب ایجاد علاقه میکنه و علاقه مطمئنا استعداد رو بارور میکنه. اگر بر این مبنا ما بیایم از یک طرف ما میتونیم استعدادها رو تشخیص بکنیم، بارور بکنیم، جهت بدیم، و از اون طرف با استفاده از این استعدادها ما میتونیم نیاز اجتماعی رو در عرصه‌های مختلف ما مرفوع بکنیم، نه اینکه ما بر مبنای پیش فرض. حالا شما تصور بکنید، فرض بکنید بعضی اونطور به عنوان یک پیش فرض طرح میکنه، به عنوان مثال افغان ها در علوم اجتماعی مثلا خوب هستند، چون ما در علوم اجتماعی خوب هستیم پس بنابراین نیاز نیست تمام کادر که ما در علوم مثلا تکنیکی علوم طبیعی ما ضرورت داریم باید ایرر از خارج ما وارد بکنیم، همچین چیزی نیست. ما باید بیایم نیازسنجی بکنیم متناسب با این نیازها در عرصه های مختلف، ما بیایم ای استعدادها را بارور بکنیم، یعنی که ما بیایم با ترسیم یک دورنمای بسیار روشن و واضح و امیدوار کننده ما بتونیم ای استعدادها را خلق بکنیم. استعداد امروز خلق هم میشه، استعداد تو نیست یک چیز مادرزادی باشه، ای استعدادها را خلق بکنیم، جهت بدیم و بر این مبنا بیایم نیاز اجتماعی خود در ما مرفوع بسازیم. بعد وقفه با ما باشید. بریم با صفحه فیسبوک و میبینیم دوستان ما چه پیام ها گذاشتن روی فیسبوک. امیر نور، علوم ساینسی زحمت و پشت کار میخواهد. علیزاده محمد نعیم، علوم ساینسی پیچیدن ولی علوم انسانی ساده. الیاس ماهیار، علوم انسانی در شرایط فعلی افغانستان ساده و پردرآمد است. همچنان حشمت الله یاسفی، در حال حاضر مایه علوم ساینسی ضرورت بیشتر دارد. چه فکر میکنین، چه دیدگاه دارین شما در مورد حرفایی که دوستای ما روی فیسبوک گذاشتن؟ با احترامی که به نظریت دوستا دارم ولی موافق نیستم با نظریت، چون فراگیری علوم انسانی یا علوم اجتماعی با فراگیری علوم تکنیکی یا ساینسی هر دویش پشتکار زامت میخواد و در بحث شغلیابی یا اشتغالیابی علوم ساینسی بیشتر زمینه های وسیع در افغانستان برش مساعد است. ما اگر ببینیم اکثر جوانان ما که از رشته های علوم انسانی یا ساینسی فارغ هستند، علوم انسانی یا علوم اجتماعی فارغ هستند، اینا بیکار هستند و شغل نمی‌یابند. ولی ما میبینیم در افغانستان نظر به ارقام که مطالعه کردم حدود 4 لک اتباعی خارجی در موقف های خوبه که اوجه بحث های تخنیکی
مطرح است و مسلکی کار میکنن و بیشترین معاش را هم اینا میگیرن و به نظر به این دلیل ما شدید نیازمند علوم ساینسی هستیم در افغانستان نسبت به علوم انسانی یا علوم اجتماعی. مسعود چی نظر داری؟ آیا واقعا علوم ساینسی به پشت کار بیشتر نیاز داره و میتونی از تجربایت در 12 سالی که مکتب در افغانستان خواندی و 4 سالی که در غربت یا در هندوستان تحصیل کردی تفاوت ها را میان این دو کشور برای ما بیان کنی؟ به نظر ما یعنی تا جایی که دوستا در فیسبوک میسیج دادن واقعیت همون رقمه است، یعنی علوم ساینسی را اگر ببینین تا جای پشت کار بیشتر ضرورت داره و دوست دیگه ما گفت که علوم اجتماعی به شکل ساده و پردرآمد است، واقعیت تا جای واقعیت داره تا یک اگر فکر شد به خاطر که اگر ما ببینیم در علوم ساینسی وقتی که ما یک سوال حل میکنیم یک میخوایم به یک مشکل راه حل پیدا کنیم باید یک جواب است که یعنی فوکس جواب درست باید به ما بده، یعنی به شکل نیست که کمیت و کیفیت در نظر بگیریم. مثلا در علوم اجتماعی که اگر یک جواب میتیم یعنی تا جای باشه کیفیتش خوب خراب یا متوسط باشه که به با مو اساس نمره دادن میشه و استاد قناعت میکنه و همی یکی از دلایل بود که وقتی بعضی از مسئولین ما که مثلا میرن به خاطر بورسیه به کشور هند میرن، در کشور هند مثلا بخش انجینری است بی بی اس که بخش اقتصاد است و بخش اقتصاد تقریبا مابین اجتماعی و ساینسی میشه در نظر بگیریم، یعنی به شکل مابینی است گفتن نمیتونه 100% ساینسی باشن، اما در بخش بی بی ای مسئولین خوبتر نمره میگیرن، با آسان مثلا بسیار کم وقت درس میخونن و خوب نمرات میگیرن، اما در بخش انجینری بسیار زیاد پشت کار ضرورت دارد که داشته باشند. استاد شما به عنوان جامعه شناس چه فکر میکنین؟ آیا واقعا فراگیری علوم اجتماعی ساده تر است تا علوم ساینسی؟ خب فقط در یک دقیقه جواب بر ما بدید. خب اگر در اوسطی که ما در به اصطلاح مراکز تعلیمی و تحصیلی افغانستان ما دروس پیش میبریم هر دوی ساده است، به دلیل از اینکه ما در اینجا همو شکل روش به اصطلاح سطحی مطالعه رو ما داریم، چپترهای محدود، لکچرهای محدود و هر دویش هم واقعا محدود هست، شما میخوای علوم ساینسی باشه میخوای علوم اجتماعی باشه، ولی اگر شما خواست باشین با روش مطالعه راهبردی که امروز معمول است خصوصا در مراکز تحصیلی گپا با این شما خواسته باشین هر یک کدوم از ایار پیش ببرن واقعا هیچ کدامش به اون شکلی که دوستای ما گفتن ساده نیست. ضمن اینکه یک نکته را من میخوام به اینجا براتون بگم، امروز مرز بین علوم ساینسی و علوم اجتماعی دیگه مرز اونقدر زیاد بولد نیست که ما بیایم تفکیک بکنیم سیاه علوم ساینسی سفید علوم اجتماعی، همچین چیزی نیست. امروز بسیار زیاد کوشش میشه ای که بیان علوم اجتماعی یا علوم انسانی را هم هر چقدر زیادتر کاربردی و هر چقدر زیادتر مبتنی بر اساس همو اصول ساینس و یا به علم امروز بسازیم. پس بنابراین هر یک کدوم از اینا در جای خودش اهمیت داره، هر یک کدوم از اینا ضرورت به مطالعه گسترده داره و هر یک کدوم از اینا در جای خودش میتونه که بخشی از ضرورت های جامعه را مرفوع بسازه. بعد از وقفه برمیگردیم به جنبندی برنامه. خب برمیگردیم به برنامه. آقای رؤوفی میشه شما در کل جمع‌بندی کنین از حرفایتان و در حد یک جمله بر ما یک رای حل بگوین برای این وضعیتی که داریم؟ یک بحث کنکور است که بر کنکور میشه یک دوره یا مقطعی یک ساله پیش زمینه‌ای قبل از دانشگاه بسازیم که در اون زمان تست شود، دانشجوهایی که میرن به دانشگاه خب تست هم صورت میگیره، در یک سال معلوم میشه دو امتحان نهایی سمستر و یک امتحان دو امتحان وسط سمستر که انشاءالله دی نتیجه میده. و بس دیگه پیشنهاد من به تمام جوان ها و کسانی که میرن به کنکور این است که مزایای علوم ساینسی بیشتر است نسبت به علوم اجتماعی، چون بعد از فراغت همه چیز بر تو مساعد است، کار بر دائم برات مساعد است، در توسعه کشورت سهم میگیری، در شکوفایی کشورت سهم میگیری، در استخراج منابع کشور سهم گرفته میشه، کشور به طرف خودکفایی میره، یعنی مزایاش بیشتر است هرچی ما در موردش صحبت کنیم کم است و هم در بخش رفاه شهروندا و هم در بخش رفاه خود از شهروند که بیشتر فرا میگیره. مسعود عزیز شما
به نظر ما امی محیطی که با زندگی میکنیم بسیار به شکل سیاسی است و باید از کسایی که در بخش ساینسی علاقه دارن و استادای بخش ساینس هستند در مکاتب از خارج از مکاتب است باید تشویق شوند و همچنان امی بعضی از پروگرام های تشکیل شود که در بخش ریسرچ ساینس باشه که مسئولین متعلمین هم تشویق شود و غیر از او اگر ببینیم دوره کنکور قبل از کنکور کسایی که میخواهند در بخش ساینسی بیاین کسایی که میخواهند در بخش اجتماعی برن از صنف ده اگر تقسیم بندی شود بهتر هستند تا که مسیر مشخصشان معلوم باشه. استاد گرامی شما؟ من فکر میکنم اگر دستندرکاران امور عالی از کسایی که در داخل فامیل هستند والدین تا کسایی که در سطوح بالای تصمیم گیری یا قرار دارن اگر بیاین سیستم ها روند ها و برنامه ها را متناسب با نیازهایی که در اجتماع وجود داره متناسب با یا بیاین وضع بکنن تا بر مبنای پیشفرزهای و پیش تلقی هایی که پیش خودشان دارن من فکر میکنم این بیشتر منتج به یک نتیجه مثبت شود چرا که او دیزاین سیستم تحصیلی متناسب با او پیشفرزها را تا امروز ما تجربه کرده رئیسم و متاسفانه تجربه مثبت هم نبود بنابراین من فکر میکنم که اگر ما بیاییم این سیستم ها و این روندها را متناسب با نیازها برنامه ریزی بکنم مطمئنا نتیجهش بهتر خواهد بود. با تشکر از حضور شما در این برنامه. موضوع برنامه فردا شب ما این است که آیا علوم انتصابی است یا انتخابی؟ اگر پدر انجینیر است باید پسرشان بره انجینیر باشه و آیا اگر پدر حقوقدان است باید پسرشان بره حقوق بخونه؟ با این موضوع برنامه فردا شب ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.